ברוך השם, היום יום חמישי, روز پنجم، روز تورا، روز برشید، برشید کلاس، کلاس برشید خودمون رو ادامه میدیم که ببینیم آغاز آفرینش بر چه پایه‌ای بود. اون موقع است که میتونیم ادامه آفرینش رو نیز خودمون پیش بینی بکنیم. پس یعنی بی دلیل خداوند در پاراشای نو نیامد تصمیم به سرنگونی دنیا بگیره. چطور امکان داره آخه یک معمار و یا بنایی که اینقدر زحمت میکشه و میاد بنایی رو این چنین زیبا بنا میکنه به خاطر ساکنینش از بین ببره؟ چون خاطر اینکه تمام بنای دنیا بر پایه پاکی، امت، حقیقت و موقعی که ملاح آرس حماس دنیا رو زوم پر میکنه، این خودش یک تضادی با بنای دنیا داره. پس اگر خداوند دنیا هم رو خراب نمیکرد، دنیا خودش به خرابی میره. کما این که میبینیم در این پارشا خداوند دیگه عهد میبنده با عهد رنگین کمان که دیگه دنیا رو خراب نکنه. اما میبینیم از اون موقع تا به حال به خاطر خرابی اخلاقها و رفتارها و روشها و هدفهایی که انسان داشته، دنیا به چه خرابی اومده. بعد تازه این هنوز ادامه داره. اگر موقعیتی بود، عمری بود، فرصتی بود و دیدید در هایوی ها یا در یلو پیج ها تبلیغ کرده بودن عقد ارزان و مجانی با $10 با شما و گربتون، که حتی با گربتون هم دیگه میتونید ازدواج بکنید، تعجب نکنید. چون هنوز این زوال و این خرابی ادامه داره و ما یا زخود داریم یا کمبود داریم که در دوره هستیم که داریم اینا رو با چشم خودمون میبینیم که چطور ملاح آرس حماس که یک کسی به حق دیگری تچپاول میکنه، یک کشوری به کشور دیگه، یک دولتی به ملت خودش، افراد مرز خودشون رو زیر پا میگذارن و دیگه هیچ کسی به موقعیت خودش راضی نیست، همه میخوان یک کسی دیگه باشن. اون کسی که فقیره میخواد خودش رو ثروتمند جلوه بده، اون کسی که ثروتمنده میخواد خودشو فقیر جلوه بده، اون کسی که گمنامه غریبه میخواد خودشو مشهور جلوه بده، اون کسی که مشهوره اتفاقا میخواد خودشو گمنام و غریب جلوه بده، کسی نفهمه. اون کسی که مرده میخواد خودشو زن جلوه بده، اون کسی که زنه میخواد خودشو مرد جلوه بده، اون کسی که پیره میخواد خودشو جوان جلوه بده، اون کسی که جوونه میخواد خودشو پیرو حالت مچور بالغ جلوه بده. بزرگا کار کوچیکا رو میکنن، کوچیکا کار بزرگا رو میخوان بکنن. اون کسی که عاقل خودشو نادان جلوه میده، اون کسی که نادان خودشو عاقل جلوه میده، همه چی داره خلاف اون حقیقت پیش میره. هر کسی میخواد کسی دیگه باشه. به همین دلیل اگر ما بتونیم از بنای آفرینش کمی آگاهی پیدا بکنیم، میبینیم که همین موضوع باعث خرابی دنیا شد
و چطور آدم آریشون گن ایدن را از دست داد به خاطر کفر نعمت، که اون چیزی که بود نبود، اون چیزی که نمی بایست بود بود. خداوند گفت از تمام این درختان میتونی بخوری، اتفاقا لب به اونا نزد، رفت سراغ چیزی که نباید بود بخوره. حداقل اگر آدم آریشان رفته بود بعد از یکی دو هفته سیر و سیاحتش تو گن ایدن، میگو بابا دیگه چقدر خسته شدم، چقدر دیگه آب پرتقال و آب انار و آب سیب بخورم، میخوام برم یه صدعت چیه بابا. اگر بعد از تمام گشت و گذارش و یا تجربهش از گن ایدن اومده بود سراغ اتصدت، اما نه اینکه همون روز اول و ساعت اول اتفاقا با وجود این همه امکانات بره سراغ چیزی که نباید بره. پس این همه که میبایست بود بری چی؟ و این چیزیه که در واقع داره ما رو بیدار میکنه که اگر میخواییم آفرینش رو، برشیت رو در خودمون به خوبی حفظ بکنیم، چشم و گوشمون، حواسمون به چیزی که برامون مجازه باشه، نه برای چیزی که نیست. با اینکه در میشله شلما هم ملخ میگه من گنویم نیمتاکو، آب دزدیده شده شیرین تره. آدم به یه غذای ناخونک بزنه بیشتر بهش مزه میده تا اینکه قشنگ قاشق و چنگال برداره بخوره. مایم گنویم نیمتاکو، یه کاری رو از روی حقوق کلک بزنه اسمشو میذاره زرنگی، بیشتر به خودش میباله تا اینکه روی درستی و انصاف انجام بده. پس ببینیم برشید آفرینشی که ما درش دخالت داریم، چون ما یکی از هنرپیشه‌های این سناریو هستیم، سناریو آفرینش، هنوز این نمایش سریال ادامه دار برشید هنوز هست، که چه بسا تکرار تاریخ، هر روز داره این ماجرا هی ادامه پیدا میکنه و تکرار. خیلی اصلا از آدم آریشون اشکال میگیرن آقا این چرا میبایست بود این کار بکنه، مگه هشم بهش نگفته بود؟ معمولا بنده یه لبخند میزنم میگم آقای عزیز مگه هشم هم به ما نگفته فلان کارو نکنیم، ولی هنوز میکنیم. طبیعت انسانه، چه از بچگی چه از بزرگی، نمیخواد تسلیم فرمان و یا قانون باشه. ادامه میده پاسخ ما، میگه که خداوند موقعی که پایه گن ایدن رو گذاشت، ویتا شم الوهیم گن به ایدن، اومد باغ رو در ایدن، در منطقه به نام ایدن قرار داد، که گفتیم میقدم در شرق بود، و یاسم شام، و قرار داد در آنجا آدم انسان رو، اشر یا تصار که آفریده خلق کرده. و اگر نگاه بکنید حرفی از حوا نیست، چرا؟ چون حوا رو بعدن از دنده انسان آفرید، اینجا تو مرحله اول
مهمان هنرپیشه اصلی آدم، انسان رو، آدم رو میاد و در گن ایدن قرار میده. و اگه یادتون باشه هفته پیش این رو بازگو کردیم که چرا باعث بود گن باقی باشه که اون موقع آدم انسان رو در اون قرار بده. چون خداوند مانند یک پرستار همیشه روی دلسوزی میخواد به ما کمک بکنه، پس ما رو در موقعیتی قرار میده که برامون راحت باشه. پس این باغ در واقع فقط جنبه فیزیکی نداشت، این گن، این موقعیت های طلایی که خداوند برای هر کدوم از ما پیش میاره. از همون ابتدا در بطن مادر، در رحم مادر میاد تمام امکانات سلامتی، رشد و پرورش ما رو فراهم میکنه، از تنفس گرفته تا تغذیه، از 345 عضو ما گرفته تا 248 عضو ما گرفته تا 365 رگ و پی ما. پس هر رگی که در بدن ماست از روی دلیلی خداوند به عنوان گن، به عنوان یک باقی که راحتی ما رو بتونه فراهم بکنه تبیه کرده. مند نفح، مند یهیب حیه، یهیب مزانه، آنکه جان دهد، نان دهد، یعنی خداوند ما را سرگردان، بی تکلیف، بی پناه در این دنیا نمیاره، در باغ، در گن قرار میده. پس هر موقعیتی میتونه یک گن ایدن باشه. هر موقعیتی میتونه گن ایدن باشه. و تا انسان بی‌لیاقتی نشون نده خداوند اون رو از گن ایدن اخراج نمیکنه. اون فرصت رو از اون نمیگیره. اون رو از اون موقعیت طلایی محروم نمیکنه. از ماست که بر ماست. با خدا باشو پادشاهی کن. تنها لازم به یک حرف شناییه. با اون چیه؟ اتحدت. که از روی منطق دو تا چارتا نخواهیم دنیا رو پیش بری. از روی فرمانبرداری و امونا دنیا رو پیش بری. پس یعنی هر چقدر امونای ما بیشتر باشه گن ایدنمون بیشتره، و هر چقدر امونامون کمتر باشه خودمون چوبشو میخوریم، گن ایدنمون کمتره. چیزی که هارا حافظ خیم بارها میگفت و گفتیم، ام یش امونا، اگر امونا باشه این شعلا، اصلا جای سوالی نیست، همه چی برای انسان راحت پیش میره و هیچ نوع شک و شبهی نداره، هیچ شک و شکایتی نداره. ام یش امونا این شعلا، اگر امونا باشه سوالی نیست. اول ام این امونا، اما اگر امونا نباشه این تشووا، هیچ جوابی نمیتونه کافی باشه. چون یک سوال رو جواب بدیم باز یک سوال دیگه پیش میاد. امروز رو بفهمیم فردا باز نمیفهمیم. ام این امونا، اگر امونا نباشه این تشووا جوابی نیست. پس امونای ما در واقع یک سیم رابطیه
که ما رو به پریز اصلی که خدا من باشه، به قدرت اصلی مرتبط میکنه، که همچنان دستگاه فکری و ایمانی ما همچنان روشن پابرجاست. اما موقع امونا رو قطع میکنه، دستگاه خاموش میشه. یعنی هر مصوایی که خداوند سر راه ما قرار داده، این که پشم و کتان رو با هم دیگه قاطی نکن، شعتنز گندم و جو رو با هم نکار، کلعیم، این که پیوند دوگانه بین حیوانات پدید نیاد. هر مصوایی که خداوند به ما داده، این مصوا در وهله اول اومده امونای ما را به خداوند نشون بده که آیا تا چه حد ما به فرمانبردار ایمان داریم، اون رو قبول داریم، به فرمانده ایمان داریم، اون رو قبول داریم که فرمانی که به ما داده برای خوبی ماست، تا چه حد قبول داریم که این مصوا یک خیریت و سلام و مصلحتی از خداوند در زندگی ماست. براش جواب پیدا کردیم، دلیل پیدا کردیم، لاجیک پیدا کردیم، منطق، دو تا چهار تا استدلال که بهتر بفهمیم، میبخشید. شاید جواب و استدلالت به جا باشه، اما امونات همینجا کم شد. اون موقع است که سر مصوای بعدی که میرسه دیگه بد عادت شدی، میگی بذار اول بفهمم بعد. به محض اینکه فکر میکنی نمیفهمی، میگی نه من چرا انجام بدم. به محض اینکه برامون سخت میشه، زودی برای خودمون جاستیفیکیشن و توجیه میاریم که چی؟ نه دیگه، من آخه چجوری دیگه. کنترل رو در دست خودمون میگیریم. اگر بفهمم، اگر بخوام، اگر بشه، اگر بتونم، دیگه هیچ جنبه ایمانی اینجا به من حکم نمی کنه که این مصوا باید انجام بشه. دیگه میره روی سنجش خود من، روی تصمیم خود من، و همین باعث چی میشه؟ که این اتحادت، این تجزیه و تحلیل ها و استدلال های من بخواد گن ایدن رو از من بگیره. چرا؟ چون امونام رو به خداوند کم میکنه. چرا؟ چون نافرمانی میاره اتحادت. کمبود ایمان، کمبود اطمینان، کمبود توکل به خداوند و بیتاخون نافرمانی میاره. دیگه عشق و اون همت من رو نسبت به انجام مصوا کم میکنه. به حدی که دیگه همه چی میتونه دلیل قرار بگیره برای نافرمانی. حالا امروز خستم، امروز فلان هوا سرده، امروز هوا خیلی گرمه، امروز این، امروز اون، گرونه، فلان، بیسار، همه چی دیگه میتونه دلیل قرار بگیره که من خودم رو معاف کنم از فرمان برداری، از امونا بشه. چرا؟ چون از یک جا خودم رو بدادت کردم که اگر بفهمم چقدر این مصوا خوبه، میدین چقدر خاصیت داره. اتفاقا من نمیخوام بدونم چقدر خاصیت داره، میخوام ندانسته مصوا رو انجام بدم. چرا؟ چون اون موقع سرایت میکنه به بقیه مصوات که اگر نفهمم انجام نمیدم. اتفاقا چون نمیفهمم میخوام انجام بدم که دیگه فرقی برام برای بین مصوات نباشه، که چون نمیفهمم میخوام انجام بدم، پیریه، نقطه. دنبال دلیلش نیستم، چون کسی که دنبال دلیل میگرده فقط میخواد ببینه چه سودی برای خودش تو اون مصوا هست. اما کسی که دنبال دلیل نمیگرده فقط میخواد ببینه چه سودی برای خداوند درش هست.
نفع خداوند رو در نظر میگیره، نه نفع خودشو. آیا به نظر شما حاضر بودیم ما مانند نوح 120 سال وقت بگذاریم کشتی بسازیم که معلوم نیست آیا مصرف بشه یا نه، آیا طوفانی بیاد یا نه، آیا اصلا کسی قبول کنه یا نه، اصلا عمر کفاف بده یا نه، اصلا بشه جا بشه این همه حیوان و این همه آدم توی یک کشتی فسقلی آیا جا بشه یا نه، تازه با خورد و خوراک و با زباله و با دیگر طبقاتش. آیا حاضر بودیم من و شما 120 سال روی پروژه کار بکنیم که معلوم نیست مؤثر واقع بشه، مورد مصرف واقع بشه یا نه؟ دیدیم نوح کرد و نوح مصحن بنه اشم، همین باعث آبروش در نظر خداوند شد. خداوند گفت کشتی بساز 3 طبقه در این ابعاد، نه ابعاد زمین فوتبال که حداقل بگیم میشه یه عالم آدم توش یا حیوان جا بشه، نه، 1/3 زمین فوتبال که هر کسی میتونه این کشتی رو حتی تو حیات خونش هم اگه بخواد یه ذره بزرگتر درست بکنه. برای نوح هیچ جای سوال نبود که این همه آدم و حیوان و خداوند هم میخواد تو این کشتی چجوری جا بدی. اصلا تا 120 سال معلوم نیست کی زنده است کی مرده است که خواهی طوفان بیاری. چرا همین الان تکلیف دنیا رو معلوم نمی کنی؟ جلوی ظلم رو بگیری؟ تو که اینقدر از دنیا بیزاری، مالا حارس خاماست، همین الان موشه ربنو اومد این سوال رو پرسید، گفت خداوند چرا تکلیف پرعه رو همین الان معلوم نمی کنی؟ تازه از موقعی که من اومدم پیشش کار خرابتر شده، تا اون موقع من نیامده بودم هنوز کاه هم بهشون میداد، فقط لازم بود اینا خشت و گل درست کنن، الان کاه هم ازش گرفت، داره گالوت سخت‌تر میشه. خداوندا این چه راحتیه گالوته، این چه نجاتیه، این چه گولاییه. موشه ربنو این سوال رو از خداوند پرسید. اون موقع بود که خداوند گفت تو انگار از طریقی که من این دنیا رو ران میکنم و کنترل میکنم بیخبری. کجان ابراهیم و اسحاق و یعقوب که با اموناشون ماموریت من رو در این دنیا انجام دادن، نه با استدلال و عقلشون، لاجیکشون، منطقشون، نه با اتصادت. پس از روی منطقی اگه بخوایم نگاه بکنیم، خوبت خداوند ضربه دهم رو همون موقع می آورد که کاملا مصر رو شکست بده و اسرائیل ها رو از بندگی و خفت نجات بده. دیدیم 10 ضربه طول کشید، هی می خواست خود پرعه با زبون خودش اعتراف بکنه، اما نوح دیدیم تا خداوند بهش گفت هیچ سوالی رو مطرح نکرد، شروع کرد به ساختن و میبایست بود اول این درخت ها رو بکاره سبز بشن بعد از چوبشون برای کشتی استفاده بکنه. هوم دیپو موقع نبود که بره آماده این چوبا رو بخره. پس میبینیم اگر میخوایم واقعا درجه ایمانمون به خداوند بالا بره، اگر واقعا میخوایم گن ایدنمون تو زندگی بیشتر بشه، اگر میخوایم این گن
این باقی که در ادن خداوند قرار داده روز به روز برامون وسیع‌تر بشه، پربارتر بشه، شکوفاتر بشه. سعی کنیم کاری برای فهم میسوت نداشته باشیم، به فکر باشیم چطور میسوت انجام بدیم، نه اینکه برای چی انجام بدیم. چون هر چقدر ما دنبال دلیل میسوت بگردیم، یعنی نفع خودمون اینجا مطرحه، ولی هر چقدر بدون هیچ کندوکاوی میسوت انجام بدیم، در واقع امونامون رو نشون میدیم. و اون موقع است که این تقویت امونا موجب تقویت گن ادن میشه. کگامول علی ایمان، خداوند میگه تو تا این حد به من ایمان داری، اطمینان داری، پناه آوردی که بدون شرط و شروط، بدون چون و چرا میسوت و فرامین من رو انجام میدی، خودتا دو دستی در اختیار من گذاشتی، من چهار دستی ازت حمایت میکنم. گن ایدن رو برات بیشتر میکنم، امکانات تو بهتر میکنم. چرا؟ چون تو به من پناه آوردی. کگامول علی ایمان، مانند طفلی در آغوش مادرش، در بطن مادرش. پس بیاید به عزت هشم از این گن ایدن فعلی که خداوند به ما داده با 613 فرمان، با 613 موقعیت امونا گن ایدن های بیشتری برای خودمون پدید بیاریم، نه گهینام های بیشتری. خداوند ما را در موقعیت قرار نمیده که به ضررمون باشه، همیشه در موقعیت قرار میده که به نفعمونه، فقط ما متوجه نمیشیم. و چه بهتر. چرا؟ چون اگه متوجه بشیم امونامون کم میشه. چه بهتر که متوجه نشیم که امونامون سر جاش باشه و تقویت بشه، که به واسطه تقویت امونامون گن ایدن بیشتر خدا من برامون پدید بیاره، بیشتر زیر پروبالمونو بگیره. حتی پدر مادران تا موقعی که بچه عقلش نرسیده، سنش نرسیده، هنوز کوچیکه، 24 ساعت حواسشون بهشه. به محض اینکه بچه دیگه خودش بالغ میشه، بزرگ میشه، خودش حواسش به خودشه، پدر مادرم دیگه کمتر. به خداوند نشون بدیم که هشم خداوند دار. هنوز ما همون بچه هستیم که حواسمون کافی به خودمون نیست. We need you. عقلمون هنوز به اندازه کافی نرسیده. من نمیفهمم. ایش بعل لوی دا اخسی لوی آوینت زد. هرچقدر خودمون رو کمهوشتر نشون بدیم و با ایمانتر، گن ایدن بیشتری رو از خداوند هدیه میگیریم. هشم کمک کنه که به زدچه میتونیم به اون درجه برسیم و به خوبی بتونیم با امونای بیشتر گن ایدن بهتری رو برای خودمون، اطرافیانمون و دنیا فراهم کنیم. باروخ هشم لعولم. آمین و آمین. آمین. از باروخ.